خب حتما میدونید دیگه، قراره که این جلسه در مورد تمرکز صحبت کنیم. خیلی بحث مفصلیه و این که حالا انگیزه شد که من بیام اینجا صحبت کنم، در واقع توی این مدت خیلی از وقتی که حضوری شد در واقع چیزهایی من دیدم که خب شاید قبل از این دوران کرونا غیر حضوری شدن و مجازی شدن اصلا ندیده بودم و یه جورایی من بخوام بگم یه چیز در حد فاجعه است این اتفاقهایی که داره میفته. حالا توضیح میدم، خورد خورد توضیح میدم مشکلاتی که هستش و از اون طرف راهکارهایی که وجود داره، چی کار باید کرد، اگر جلوشو نگیریم به کدوم سمت میره. حالا مطالبی که اینجا میبینید خیلی خیلی خلاصه است. من ابتدای کار چند تا کتاب معرفی میکنم، حالا من از هر کدوم یه تیکش اومدم گفتم، تیکه که شاید به درد درس و کنکور و اینها بخوره و خیلی هاشم اصلا نمیشد گفت. مثال های جذابی که توش تو این کتاب وجود داشت رو اصلا نمیشد زد، خیلی طولانی میشد، اما خب حتما ببینید، یعنی حتما توی اولین فرصت، یعنی بعد از کنکورتون حتما بخونید هر چی کتاب اینجا میگم رو بخونید، واقعا بخونید. اصلا توصیه خیلی نمیکنم که کتابی رو به طور قطع به کسی، معمولا توصیه نمیکنم که بخونم، و اینا واقعا ضروریه، یعنی برای زندگی آیندهتون حتما لازم میشه. چند تا کتاب حالا اینجا فهرستش رو گفتم، معروف ترینش کتاب تمرکز، اینا چون به فارسی ترجمه شده دیگه فارسیشو دارم میگم دیگه، دنیل گولمن نوشته، کتاب کار عمیقه کال نیوپورت نوشته، ذهن حواس جمع، این انگلیسی اسمش یه ذره سخت بود، تو فارسی هم همینجوری نوشته نیر ایال، حالا نمیدونم همین خونده میشه یا نه، هم انگلیسیش هم فارسیش همونجوری نوشته شده. یه کتاب ذهن سازمان یافته هم هستش که دنیل لویتی نوشته، اینا رو حتما بخونید یه ذره متوجه میشید که چه اتفاقایی داره میفته و چرا اینقدر معضل تمرکز وجود داره. ببینید این که اول بحثمون، من در مورد ضرورتش صحبت میکنم که چرا ضروریه بحث تمرکز، خیلی زیاد و مفصل میشه در موردش صحبت کرد. چیزی که به شما مربوطه، مثلا شما نگاه کنید توی این ایام سر مثلا کلاس چقدر میتونید حواستون رو جمع کنید، چند دقیقه، اصلا نمیگم چند ساعت. آیا شما سر یک کلاس که به صورت حضوری میشینید یا حالا آنلاین که دیگه بدتر، واقعا میتونید نیم ساعت متمرکز بشینید و حرف معلم رو گوش بدید؟ شاید الان که اصلا دیگه حضوری رفتید دیگه اصلا ضرب در دویی هم وجود نداره، معلم ها رو دارید ضرب در یک میبینید، از نظرتون خیلی حوصله سربر هم شده. یا یه چیزایی که شاید مثلا علاقه داشته باشید حتی، یا مثلا زمان مطالعهتون، زمان مطالعه شما چقدر مطالعه، دارم میگم یعنی کتاب باز کردید مثلا دارید دینی میخونید، نمیدونم تجربیات زیست میخونید، هر درسی که خوندنیه، چند دقیقه میتونید متمرکز روی کتاب باشید و حواستون پرت نشه؟ یا اصلا بذارید یه جور دیگه بگم، چند بار پیش اومده که سر کلاس نشستید دارید نگاه میکنید یا به خودتون میای میگی اصلا چی شد، کجا رفت، چی داره میگه؟ یا مثلا دارید یه کتابی رو میخونید میرسید پایین صفحه با خودتون میگید چی خوندم، بالاش چی گفته بود اصلا، یعنی مثلا که فقط چشمه اومده خونده، این ذهن پردازشی نکرده. خیلی جایی که اصلا دوست دارید، یعنی شما خیلیتون شاید فیلم دیدن رو دوست داشته باشید، آهنگ گوش دادن رو دوست داشته باشید، چقدر میتونید اینا رو مستمر انجام، آیا میتونید مثلا یک فیلم 2 ساعته رو از ابتدا تا انتها با تمرکز ببینید، کاری که شاید دوست داشته باشید، یا مثلا چند تا آهنگ رو پشت سر هم میتونید کامل گوش بدید؟ چیزی که حالا من زیاد میبینم آقا اصلا یه آهنگ داره پخش میشه، یعنی تحمل این رو ندارن یک آهنگ تا انتها بره، خودش هم گذاشته 2 دقیقه 3 دقیقه میگذره میزنه آهنگ بعدی، دوباره آهنگ بعدی هم همین همین. و شاید مثلا یه خواننده‌ای که دوست دارید داره میخونه، شما یا به خودتون میای میبینید این 20 دقیقه است داره هی میره ترک بعدی ترک بعدی و شما اصلا گوش ندادید، یه صدایی فقط میومده تو ماشین یا حالا تو اتاقتون نشستید. اینا همش مشکل تمرکزه، یعنی اصلا نباید شوخیش بگیرید، یعنی شما حتی کارهایی که دوست دارید رو نمیتونید روش تمرکز بکنید. اگر این مشکلات رو دارید که حداقل حس میکنم که اینا که دارن نگاه میکنن بالا 90%شون این مشکل رو دارن، گوش بدید و ببینید اصلا ریشهش کجاست و چیکار باید کرد، میشه جلوگیری کرد، میشه بهترش کرد یا نه. اسم کتاب رو بله توی کانال میذارم که ببینید. یه چیزی که اینجا در واقع مطرح میشه اینه که اصلا تمرکز چرا مهمه. من خیلی ساده بخوام بگم،
خروجی ما، خروجی عمل کرده ما میشه مثلا حاصل ضرب زمانی که میذاریم در چی؟ در تمرکزمون، در اون بازدهیمون. مثلا میگم اگر، حالا خیلی عددی دارم میگم، شاید مثلا واسه تمرکز اصلا خوب نباشه آدم عدد استفاده بکنه، مثلا حتما دیدید دیگه، میایم میگیم که یکی مثلا میاد میگه که فلانی نصف من درس میخونه، برای چی مثلا درصدش بیشتر از منه؟ یعنی میبینید هنوز تو ذهن ما فقط زمانه مهمه، اینکه فقط زمان رو ببر بالا. نه، زمان ضرب در اون میزان تمرکزی که شما میذارید. اگر یکی مثلا میگم تمرکزش نصف اون یکیه، خب دارم عددی میگم متوجه بشید، اگر 10 ساعت میخونه اندازه 5 ساعت اون یکیه، خیلی واضحه. یا مثلا من دیدم بعضیا میگن ما چه میدونم 14 ساعت توی روز خونی، 15 ساعت خون، تهش هیچی نشد. ببین مسئله اینه که آیا اون موقع که میخوندین تمرکزه بالا بوده یا نه. حداقل من حس نمیکنم کسی 14 15 ساعت بتونه با تمرکز درس بخونه. مطالعات هم میگه که نمیشه، یعنی امکان پذیر نیست کسی تو یه شبانه رو 14 ساعت با تمرکز بالا باشه. خب یه چیزی که اصلا یادم اومد اینجا آراته نوشتم، این که خیلیاتون موقع درس خوندن آهنگ گوش میدید، حالا موقع درس خوندن یا هر کار دیگه ای، ممکنه یه کار دیگه دارید انجام میدید، مثلا دارید ورزش میکنید، دارید اتاقتون رو مرتب میکنید، یعنی تحت هر شرایطی مثلا شما آهنگ دارید گوش میدید. شاید از نظرتون خیلی عادی باشه، اما خب نه، به هر حال آهنگ گوش دادن تا حدی تمرکز ما رو میاره پایین. اینکه چرا ما داریم این کارو انجام میدیم، خب برمیگرده به اینکه ما حالت عادی تمرکزمون خیلی پایین تر از اینه. مثلا درس میخونیم، من حواسم پرت میشه، اون صدا حواسمو پرت میکنه، نمیدونم فلانی را میره از اونجا حواس من پرت میشه و من مجبورم موسیقی گوش بدم تا این موسیقیه حواس من یه مقدار پرت بکنه، اما دیگه نمیذاره، حواسمو از بقیه عوامل محیطی دیگه هم پرت میکنه. و خب اینا همش مشکله، مشکلاتی که خب حتما باید برطرف بشه. خب یعنی چی؟ من میدونم موسیقی تمرکزمو میاره پایین، با این حال گوش میدم. چرا؟ چون میدونم اگه گوش ندم بیشتر میاد پایین. خب این خوب نیست، یعنی ایدئال حداقل نیستش. و خب الان یعنی بحث هایی که هستش، حالا روی این خیلی داره بحث جدی و علمی میشه، اینه که میگن از هوش ریاضی، یعنی از IQ و از EQ الان تمرکز خیلی بالاتر. یعنی قبلا هم میگفتن که هر کی IQ داره موفقه دیگه، یعنی IQ بالا یعنی موفقیت، اگه فلانی موفقه یعنی IQش بالاست. بعد حالا بحث EQ اینا مطرح شد، همین آقای گولمن، اون اولین کتابی که گفتم، اون خودش اومد EQ رو خیلی خوشگل و پرفروش اینه تو کتابش معرفی کردش. و خب اون ایموشنال اینتلیجنس کتاب خیلی معروفی نوشتش، و خب کلن اون بحث مطرح شد که آقا EQ خیلی مهمتره، IQ اصلا مهم نیست. احتمالا اگه بچه بودید شنیدید دیگه، آقا مثلا فلانی اینجوری هوش بالایی نداشت اما EQ بالایی داشت. بعدن خود این آقای گلمن کتاب دیگه نوشته، حالا خلاصه الان به این نتیجه رسیدن که نه، اصلا همه اینا به کنار، لزوم نداره که IQ داشته باشه، لزوم نداره حتی EQ داشته باشه، لزوم نداره بتونه خیلی شرایط بحرانی رو مدیریت بکنه یا مثلا بر احساساتش بتونه تسلط داشته باشه. مهم اینه که هر کاری که انجام میده با تمرکز انجام بده، این میشه یک خروجی خوب. خب میگیم نویسنده همون کتاب‌ها در واقع اومده این رو نوشته، و بریم ببینیم که چیه، اصلا اینا از کجا میاد. اول بریم در مورد عملکرد مغز یه صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا عملکرد مغز ما چجوریه و چرا این عدم تمرکز، این حواس پرتی ها پیش میادش. ببین مغز ما دو نوع عملکرد رو مدیریت میکنیم، دو نوع کار رو، یکی کارهایی که خب به صورت خودآگاهانه انجام میشه، یعنی کاری که نیاز به تمرکز داره. مثلا من دارم اینجا صحبت میکنم، خب باید تمرکز داشته باشم، رو هوا نمیتونم حرف بزنم. بس صحبت کردن، حرف یکی رو میخوایم گوش بدیم، میخوایم یه کتابی بخونیم، میخوایم یه چیزی بنویسیم، یه سوالی حل بکنیم، اینا چیزایی که نیاز به تمرکز داره و خب ذهن باید با یه قدرت زیادی این رو مدیریت بکنه. یه سری در واقع کارام داریم ناخودآگاه، این ناخودآگاه ها خب حالا یه سریش که اصلا از هم اول ناخودآگاه بوده، اونا واسه ما مهم نیست، یه سری ها اینقدر تکرار شده حالا میگیم شبیه ناخودآگاه، یعنی خلاصه میگیم ناخودآگاه شده. یعنی مثلا میگم ابتدا که بچه میخواد راه بره، اگه بچه کوچیک توی خانواده داشته باشید یا قبلا دیده باشید، ببین چه جوری راه میره دیگه. اولش خب کلی تمرکز میکنه، این پاشو ورداره بذاره اون جلو، بعد دوباره تمرکز میکنه این پا رو ورداره بذاره. اما الان که ما راه میریم، آیا
اینقدر نیاز به تمرکز داریم؟ خب عادی داریم راهمونو میریم دیگه. یا اگر مثلا کسی که تازه داره رانندگی یاد میگیره رو دیده باشید، حالت عادی خب خیلی باید حواسش رو جمع بکنه. یعنی مثلا اوایل که خودم رانندگی تازه، این اولین بار که نشستم پشت ماشین دیگه میخواستم رانندگی کنم، یادم دیگه اون کسی که کنارم بود گفتم حرف نزن، حرف بزنی حواس من پرت میشه. اما خب الان دیگه اینجوری نیست. یعنی کسی که بعد از چند سال رانندگی میبینه دیگه طرف داره رانندگی میکنه، یه چیزی هم داره میخوره و بغل دستش هم صحبت میکنه، همزمان داره گوشیش هم چک میکنه، پیامک میزنه، خب همه این کارا داره با هم انجام میده. یعنی اون کار یه جورایی انگار دیگه روتین شده واسه، شده کار ناخودآگاه، یعنی از یه جای دیگه ای داره فرمان میبره. خب این واضح هم است با این توضیحاتی که من دادم. خب معلومه اون کار ناخودآگاه اصولا انرژی کمتری هم از مغز میگیره، چون روتین شده است دیگه، آقا این کارو انجام بده دیگه. و خب طبیعتا مغز ما هم دوست داره که این کارا اکثرا بده به ناخودآگاه، چون که دنبال اینه که مصرف انرژی رو بیاره پایین. وقتی میخواد مصرف انرژی رو بیاره پایین میگه خب حالا مثلا یه کاری، حالا مثلا من میگم، من گفتم رانندگی ناخودآگاهه، نه مثلا شما میگید جاده پرپیچ و خم اگر باشه این دیگه خودآگاه میشه، یعنی باید حواسش باشه، نمیدونم به این ور نزنه به اون ور نزنه، ماشین از روبرو میاد تو دره نیفته، خب این دیگه میشه خودآگاه. اما به محض اینکه جاده صاف میشه و خلوت میشه و اینا، خب مغز میگه دیگه خیالت راحته دیگه، قشنگ صاف فرمونو بگیر مستقیم برو جلو ناخودآگاه. و خب اگرم دقت کرده باشید و یا شاید هم شنیده باشید، اکثر تصادفات تو همین جاده های صاف اتفاق میفته، یعنی اونجایی که تمرکز میاد پایین. چرا؟ چون رفته رو ناخودآگاه دیگه. و یه چیز مهم، یه چیز ناخودآگاه رو اگر ما بخوایم خودآگاهش بکنیم خراب میشه اصلا. یعنی شما خیلی از کارها رو دارید انجام میدید، خیلی بدیهیه واسهتون چون دیگه واسهتون ناخودآگاه شده. اما خب اگر یکی بیاد بگه خب مثلا واسه من توضیح بده، مثلا شما در مورد همین راه رفتن بیاین فکر کنید، یا فکر کنید مثلا قبل از اینکه راه برید بگید چیکار دارید، اول پا رو میبرید، بعد دست چپ رو میبرید، بعد دست راست رو میبرید، بعد چیکار میکنید، بعد کدوم زاویه رو خم میکنید. اما خب اون اولش همه اینا رو ما باید حواسمون میبود، اما الان دیگه لزومی نداره حواس ما باشه، یه چیز عادی و روتین شده برامون. و اگر بخوایم یه کار خودآگاه رو تمرکز قاطیش کنیم اصلا به هم میریزه. حالا واسه جوک و اینا هم کلی میسازن دیگه، نمیدونم میگن، یا مثلا این بازیگره بود آشپزی میکرد، اخیراً ویدیوش پخش شد تو اینستاگرام، اعصاب نداشت، میگفت آقا مثلا به من نگی چقدر بریزم، من چشمی مثلا یه ذره این ادویه رو میریزم دیگه. خب راست میگه دیگه، چشمی اون میریزه، اون اصلا تا اندازه نگرفته که، یه چیز ناخودآگاهی بوده، همینجور دستش پیمونه بوده، یا مثلا میدونسته که یه دو تا تکون بده یه ذره میریزه، خب قضاش در میاد. خیلی عصبانی بوده چه ازش میپرسیدن. خب این تا اینجا. حالا بریم ببینیم که ما گفتیم که یه سری خودآگاه داریم، یه سری ناخودآگاه داریم، و طبیعتا ذهن ما هم ترجیح میده که فعالیت‌ها رو ناخودآگاه بکنه. خب از اینجا مشکل عدم تمرکز پیش میاد. مشکل عدم تمرکز چیه؟ بریم ببینیم. بریم من اینور بشینم. خب ببینید مشکل عدم تمرکز دقیقا از اینجا پیش میاد که ذهن ما میخواد دوتا کار رو با هم انجام بده. یعنی ما مجبورش میکنیم دوتا کار رو با هم دیگه باید انجام بدی. یعنی هم حواست به این باشه هم حواست به اون. یعنی چی؟ یعنی این که هم حواست به درس خوندن من باشه، همین که حواست باشه اگر یه پیامی اومد بری جواب بدی. خب یا مثلا میگم هم داری مثلا فوتبال میبینی، خب باید حواست به اون باشه، هم همزمان داری فرض کن یه درسی هم میخونی. یا کلی کار دیگه خودآگاه هستش. این دوتا رو وقتی ما میخوایم کنار هم انجام بدیم واقعا مغز نمیتونه. حالا شاید شما میگه من همه این کار رو دارم انجام میدم، و برای چی میگی نمیشه؟ مثلا میگم من دارم همزمان توی جاده پرپیچ و خم رانندگی میکنم برای مثال، همزمان دارم چیکار میکنم؟ با دوستم صحبت میکنم بغل دستی. یا مثلا میگم سر کلاس من دارم به استاد گوش میدم، همزمان گوشیم هم اینجاست دارم پیام میدم. یا مثلا دارم اینستاگرام هم چک میکنم. دو تا کاریه که خودآگاه باید باشه، هم سر کلاس هستم هم دارم اینو انجام میدم. خب همینجا دقیقا مشکل عدم تمرکزه پیش میاد. ببینید این که ما دو تا کار خودآگاه یا سه تا کار خودآگاه رو، دو تا یعنی کارهایی که نیاز به تمرکز داره، با هم دیگه انجام میدیم، اینجوری نیستش که با هم داریم انجام میدیم. یه سویچ خیلی سریع بین این دو یا مثلا سه تا چهار تا کار داره انجام میشه.
و این سویچ کردن لزومن چیز خوبی نیستش. بریم ببینیم یعنی چی لزومن چیز خوبی نیست. نگاه کنید اینجا اول نوشتم غیر ممکنه، بعد نوشتم TDM باید اتفاق بیفته، Time Division Multiplexing، یعنی اینکه تقسیمات زمانی واسه این چند تا کار باید اتفاق بیفته. خب نگاه کنید، خیلی ساده بخوام بگم، من بیام اینور، مثلا شما فرض کنید این محور زمان باشه، مثلا این کار یک باشه، این کار دو باشه، این کار سه باشه. من میخوام که این سه تا کار رو با همدیگه انجام بدم. خب ذهن من میاد میگه چی؟ میگه خب اینا هر سه تاش تمرکز میخواد. آها یه سری اولش بگم، ببین این حرفایی که من دارم میزنم یا حالا مثلا این کتاب ها نوشته من از اونجا دارم میگم، اینا همش مدل سازی مغز ماست. یعنی فکر نکن که دقیقاً همین اتفاق داره میفته. خب میدونید دیگه ذهن ما خیلی پیچیده است و هر سال میان یه چیز جدید ازش کشف میکنن و چه میدونم یه زمانی اومدن گفتن که شبکه‌های عصبی توی کامپیوتر برق و اینا داره دقیقاً ذهن رو شبیه سازی می‌کنه، بعد نه مثلا ذهن یه قابلیت دیگه‌ای داره و حالا کلی چیز دیگه. اینا صرفاً مدل سازی برای اینکه بهتر متوجه بشیم. یعنی این مدل یه جوریه که کارکرد اون تیکه‌ای که ما می‌خوام در موردش صحبت کنیم خیلی ساده داره میگه و ما متوجه میشیم که چه مشکلی داره پیش میاد. خب ما سه تا کار می‌خوایم انجام بدیم. خب مثلا اولش میاد کار یک رو انجام میده، گفتم باید تایم دیویژن تقسیم های زمانی اتفاق بیفته. حالا اینجا باید خیلی کوچیک باشه طبیعتاً، خیلی سریع بین اینا سویچ میکنه جوری که ما متوجه نمیشیم. یعنی من حس میکنم الان دارم سر کلاس گوش میدم، همزمان دارم پیامک هم میزنم یا چه میدونم سر کلاس دارم گوش میدم، همزمان تکلیف هم مینویسم یا دارم درسمو میخونم، همزمان فوتبال هم دارم میبینم. اینا کاری که داره همزمان انجام میشه. خب وقتی داره همزمان انجام میشه، پس ما چون انقدر این سویچ سریع داره انجام میشه ما حس میکنیم که خب داره همزمان انجام میشه. اما اینه مثلا اینجاست، بعد میره سراغ کار دو، بعد میره سراغ کار سه، دوباره میادش سراغ مثلا این کار. حالا فرض کنید لزومن با توجه به اهمیتشون هم این شیفت اتفاق میشه، شاید مثلا کار یکی اونقدر نیاز به تمرکز و توجه نداشته باشه، مثلا کمتر بره سراغش. مسئله ای که هستش اینجاست، ناکنید این اتلاف زمانی که اینجا اتفاق میفته، اینجا دارم خیلی فیزیکی بهتون میگم یا به زبون ریاضی دارم میگم، خط صاف نیست. یعنی اینجوری نیست که تا اینجا بیاد صاف بره سراغ فعالیت بعدی و صاف بره سراغ فعالیت بعدی. یعنی اینکه شما ممکنه خب چه اشکالی داره، داره همه با هم حالا یه ذره به این فکر میکنه، یه ذره به این، یه ذره به این، مثلا اینکه اینها زمانهاش اتلاف داره. یعنی وقتی که میخواد از اینجا به اینجا سویچ بکنه هم اتلاف زمانی داریم هم اتلاف انرژی داریم، یعنی خسته میشیم. شما اگر دوتا کار رو با هم دیگه انجام میدید، به نسبت اینکه بگید آقا این کار رو اول انجام بدم تمومش کنم بعد بیام این کار رو انجام بدم، پشت سرش بعد این کار رو، من این سه تا کار رو گفتم، فرض کنید سه تا رو میخواین این شکلی مدیریتش بکنید، یعنی که اول اینو تموم کنم بعد اینو بعد اینو، تو حالتی که همه اینا رو دارید با هم دیگه مدیریت میکنید، ذهنتون داره اینا رو سویچ میکنه بینشون، خب خیلی خسته تر میشید. اگر تجربه کرده باشید وقتی که چند تا کار رو دارید با هم دیگه انجام میدید تهش خسته ترید. شاید اصلا تجربه نکرده باشید، شاید شما بگید آقا اصلا همه کار دارم با هم دیگه انجام میدم دیگه چه مشکلی هستش. ریشه عدم تمرکز همین چند تا کار انجام دادنه. چند تا کار انجام دادن به این معنا نیستش که لزومن تو اون لحظه داره انجام میشه. همین که بخشی از ذهن ما درگیر اینه که این گوشیه که اینجاست یه پیامی بیاد من جوابش بدم، یا نه اصلا یه پیامی میادش مثلا من برمیگردم نگاش میکنم. ببینید همین که شما از یه کار میرید به یه کار دیگه تا دوباره بیاد تمرکزتون بیاد به اون حد اعلا برسه، اگه اون یادگیری من رو گوش داده باشید، اون اوایل در مورد یادگیری صحبت میکردم گفتم یه زمان طول میکشه تا اینکه این بیادش بالا، بیادش بالا تمرکز ما، یعنی یه زمان طول میکشه. حالا تمرکز بالاست، فکر کنید با تمرکز بالا دارید میخونید، یه مثلا نوتیفیکیشنی از یه دونه از این پیام رسانا میاد، شما میگید خب چیزی نیست، جوابش هم یه اوکیه، باز میکنید اوکی اوکی داداش مثلا، بعد میبندی. خب ناگهان تمرکز دوباره یه ذره افت میکنه، حالا نمیگم صفر میشه، اما این رفته بود بالا، اینجا داشت میرفت یه ذره افت میکنه، دوباره باید برگرده به اونجا. و اینجا هم دقیقاً همینه، یعنی این نیست که فقط این زمان به این اختصاص داده شده، این بازه زمانی دیگه اون تمرکز بالا رو هم شما ندارید، جدا از اتلاف زمانی و جدا از خستگی که وجود داره. یعنی بحثی که پیش میاد همینه. یعنی خب حالا مثلا اون کتاب کار عمیق
کار نیوپورت نوشته بود، اون مثلا خیلی تاکید ویژه روی همین داره، میگه آقا جان به جای که چند تا کار با هم دیگه انجام بده، بیا جدا جدا بچین کنار هم دیگه، اول اینو تموم کن بعد برو اینو تموم کن بعد برو اینو تموم کن، و میگه براش روتین بذار، یعنی بگو آقا جون مثلا من از این ساعت تا این ساعت درس میخونم، فضای مجازی دوست داری، آقا یک ساعت برو بچرخ تو تمام فضای مجازی، اما یک ساعت تموم شد دیگه تمام، بعد بریم مثلا یک ساعت بعد درستو بخونی، یعنی میگه تقسیم بندی زمانی انجام بده و تو اون بازه زمانی کارتو بکن، حالا یک ساعت نمیتونی نیم ساعت درس بخون، بعد برو مثلا نیم ساعت تو فضای مجازی، مثال همینجوری دارم عددی میگم دیگه که قابل درک باشه. خب پس این داستان ذهن ماست و این که نمیتونه این کارا رو درست مدیریت بکنه، چند تا کارو ما هم دیگه، و خب اتلاف داره، گفتم اتلافش از انرژی ما میره و از اون طرف هم زمانم تلف میشه، یعنی شما صرفا فقط اگر زمان رو هم نگاه بکنید، همین که شما چند تا کار عادی انجام بدید، چند تا کار عادی وسطش انجام بدید، ببینید که مثلا یهو 30% زمانتون تلف شده، فقط تلف 30% زمان، حالا فکر کنم همونقدر انرژی تو هم تلف شد، آیا واحد بعدی رو میتونید با همون کیفیت بخونید یا نه؟ باز میگم اینا چیزایی که خب تو این مدت که حضوری شده من هی دیدم، حالا چه تو اردو چه تو مطالعاتی که تو مدرسه بودش من نگاه میکردم، یعنی عدم تمرکز موج میزد، یعنی اعصاب خردی مطلق بودش دیگه. خب حالا بریم ببینیم که اصلا چرا ما این اتفاقا واسمون میفته، چیه؟ بریم ببینیم که چرا این اتفاقا برای ما میفته. چند تا دلیل داره، دلیلاش خیلی بامزه است، دلیلی که میگم حال بعضیش اعصاب خرد کنه بعضیش هم بامزه است، شما ببینید جزء کدومشونید. مهمترین دلیلی که این اتفاقا داره میفته که توی کل دنیا عمومیت داره، توی کل دنیا عمومیت داره، تکنولوژیه. یعنی وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد، خب خود به خود حواس پرتی ها بیشتر شد. چرا؟ دلایل مختلف، اولیش اینه که خب روابط آدم ها به هم نزدیک شد، شما اگر قبلا مثلا یک دوستی داشتید در شهر دیگه، شاید سالی یه بار دو بار میتونستید، یا مثلا فامیلی داشتید در شهر دیگه سالی چند بار مگه میتونستید ببینید، در مجموع چقدر وقتتون تلف میشد. الان تمام دوست هایی که شما دارید، حتی دوستی که یک کوچه بالاتره، سه تا خونه اونورتره، اینا همیشه پیش شما هستن، انگار توی گوشی شما پیش شما، و خب این یعنی حواس پرتی. یعنی ببین یه ذره فیزیکی در فکر کنید، فکر کنید تمام دوست و آشنا و کسایی که شما باشون ارتباط حالا توی فضای مجازی و تلگرام اینستا هر چیزی دارید، دور و برتون باشن، میتونید درس بخونید، نمیتونید درس، اما الان دور و برتونن دیگه، درسته؟ تو این گوشی هم، یعنی هر موقع با شما، نمیگم بیان همش با شما صحبت کنن، و دور و برتونن، اونور اون دوستتون اون یکی فلان اینجا همینجوری نشستن، شما میتونید درس بخونید، بعیده. و خب داستانی که پیش اومد، این فضای مجازی زندگی ما رو برد تو هم دیگه، ما هممون خب زندگی هایی داریم، مثلا میگم حالا واسه خودم بگم، مثلا من یه زندگی کاری دارم، یه زندگی مثلا با خانواده دارم، یه زندگی با دوستان دارم، اما اینا تو همه الان، یعنی چی تو همه؟ خب اگر مثلا میگم من صبح میرم سر کار یه اتفاقی میفته اعصابم خرد میشه، بعد از اون که با دوستان میرم بیرون، این پیام هایی که داره باهاتون اعصاب خردی میاد همچنان داره با من میاد، انگار من هنوز ادامه دعوای صبح رو دارم، مثلا چه میدونم با یه کیم بگیم دعوامون شده، هر کی بشه الان بهش بر میخوره، با یکی دعوامون شده دیگه، با چهار نفر دعوامون شده، اونا پیام میدن آقا مثلا اشتباه متوجه شدی، مثلا بد گفتی، مثلا میتونستی بهتر بگی، فلان چیز اونجا من برخورد، در صورتی که خب قبلا اینجوری نبود، قبل از اینکه اینقدر پیام رسان ها باشن تمام بود، اونجا میرفتیم نهایت هم دیگه رو میزدیم، بعد از اون میرفتیم با دوستامون ریکاوری میکردیم، الان دیگه نه، درسته؟ نیستش دیگه، تو الان با خانواده دعوات بشه میای اینجا کار ما رو خراب میکنی، درسته؟ چون که بهت پیامک میدن دیگه. خب و موضوع خیلی داغی که الان وجود داره بهش میگن اقتصاد توجه. یعنی چی اقتصاد توجه؟ یعنی اینکه آقا چیزی که الان کمیابه توجهه، یعنی اقتصاد هم چیزی که کمیاب صحبت میکنه، الان اقتصاد توجه خیلی کمیابه. یعنی چی کمیابه؟ یعنی همه دنبال این هستن که جلب توجه بکنن، تمرکز شما، توجه شما رو بگیرن و به خودشون معطوف بکنن. چجوری این کار رو انجام میدن؟ بریم ببینیم. ببین الان به نظر شما مثلا درآمد اینستاگرام از چیه؟ درآمد اینستاگرام از چیه؟
از ما پول میگیره، مثلا میگه شما سالی مثلا 1000 تومان بدید میخواین لاگین بکنید؟ نه. خب حالا بعضیا میگن فروش دیتا میکنه، بعضیا میگن بابت اون اینترنت، ترافیک اینترنت پول میگیره، بعضیا میگن تبلیغات میکنه. همه اینها اصلا کاری ندارم درآمدش چیه، از کجاست، اما همه اینهایی که میگید قبول، نیاز به توجه ما دارن؟ مثلا اگه قرار باشه که اینستاگرام تبلیغ بکنه و هیچ کاربری اصلا نره، یعنی شما حالا میرید توی اون گوشیتون میزنه تو هر اپلیکیشنی چند ساعت هستید دیگه. اگر تو اینستاگرام همه ما کمتر از 1/4 حضور داشته باشیم، به نظرتون جای خوبیه برای تبلیغات؟ قطعا جای خوبی نیست برای تبلیغات. برای چی باید بریم اون تو تبلیغات کنیم؟ خب کسی نمیبینه که، مردم به طور متوسط روزی 1/4 میرن اون تو. اما وقتی که 1/4 میشه 3 ساعت، خب جذاب میشه. یعنی میگیم 3 ساعت، یعنی فرض کنیم مثلا حالا 15 ساعت هم بیدار باشن، چه میدونم هر چقدر بیدار، 18 ساعت بیدار شما، میگیم 1/6 اون تو هم. خب پس بهترین جاست واسه تبلیغات اینه که دنبال اینن توجه ما رو جلب بکنن و از این جلب توجه ما درآمد کسب بکنن. یعنی وقتی که خب بقیه افرادیم که میرن تبلیغ میکنن میدونن دیگه، آمارا خیلی شفاف مشخصه و کلی جای مختلف هستن که آمار میگن، کارشون اینه که بگن هر اپلیکیشنی چقدر محبوبه، چقدر مخاطب داره و الی آخر. و خب این کمک میکنه. برای اینه که من اینجا نوشتم کسب درآمد غیر مستقیم میکنن از توجه من و شما. یعنی منبع درآمدشون چیه؟ من و شماییم. خب واضح نیست که این رو بخوان بکشن سمت خودشون؟ با کارهای مختلف گفتم رقابت میکنن واسه جلب توجه ما. حالا این همه شبکه اجتماعی هست، مثلا فیسبوک هست، اینستاگرام هست، تلگرام هست، ردیت هست، اسنپ چت هست، تیک تاک هست، همه اینا سعی میکنن که توجه ما رو بکشونن سمت خودشون. تازه فقط اینها رو دارم میگم، خود اینترنت، چون واسه خود یوتیوبش اینها برای جذابیتایی دارن دیگه واسه هر کسی. و خب سعی میکنن که توجه ما رو به خودشون جلب بکنن. یه جورایی انگار ما این وسط وایسیم، از چند طرف دارن ما رو میکشن، زورشون هم زیاده. میتونید تصور کن چه اتفاقی میفته دیگه، درسته؟ خب و حالا این رقابته خیلی بامزه است دیگه. یعنی کلی خدمات رایگان میدن. یعنی شما نگاه میکنید مثلا خدمات رایگانی که گوگل میده، خب فوق العاده است. شما نگاه میکنید الان من فارسی مینویسم، واسم داره ترجمه میکنه، نمیدونم اسکن میکنم، یا مثلا انگلیسی بشنم فارسی ترجمه میکنه، اسکن شده بشنم متن فارسی من میده، صحبت میکنم تایپ شده من میده، سرچ میکنم همه چیز من میده. خب چه واقعا دمش گرم، چه خدمات رایگانی داره میده. بعد اینجا تو مملکت هم میان اینترنت و سرعتشو کم میکنن، خیلی این آدم های خوبی هن، خدمات رایگان دارن. چرا خدمات رایگان دارن میدن؟ واضحه به ازاش چی رو دارن از ما میگیرن. خب این کتاب ها خب همشون اشاره میکنن آقا این توجه الان کمترین چیزی که تو دنیا وجود داره و رقابت سر جلب توجه ماست. خب این همه خدمات رایگان تماما برای اینه که ما رو سمت خودشون بکشن. یا کارهای دیگه ای که میکنن، بازی سازی، گیمیفیکیشن. یعنی چی؟ یعنی که یه چیز رو هیجان انگیزش بکنن برای ما. استراتژی عجیب غریب دارن، یه استراتژی عجیب غریب دارن واسه اینکه واسه ما هیجان انگیز باشه. مثلا کسایی که تو اینستاگرام فعالیت میکنن، خب رسما خیلی وقتشون تو اینستاگرام میگذره. طرف شاید مثلا 3 روز یه بار، 4 روز یه بار یه پستی بذاره تو اینستاگرام، اما خب برم ببینم چند تا لایک کردن، چند نفر دیدن، نمیدونم به چند نفر اضافه شه، فالوورام چقدر زیاد شده. و کلی خود ما مثلا بریم نگاه کنیم فلانی چی گذاشته، این چی گذاشته، و میبینید دیگه اولین پست هایی که برای ما میاره اینستاگرام پست های هیجان انگیزه. ما میریم توی مثلا اکسپلور اینستاگرام، میبینید دیگه چه مثلا پست هایی که ما دوست داریم واسه اون میاره. خب اینا همش گیمیفیکیشنه، یعنی میخوان بازی بدن ما رو. و حالا کلی چیز دیگه، یعنی اینها اصولی داره که توی این سالها در اومده و اینا خوب بلدن اینها رو. یعنی اینی که شما بعضن میشنوید که میگن رسانه های اجتماعی اعتیادزاست، فکر نکنید بایشونه و اینا دنبال اینن که برطرفش بکنن. اتفاقا ویژگیشونه. این کتاب کار عمیق هی تاکید داره میگه اعتیاد ویژگیشونه و اینا دنبال اینن که اعتیاد رو بیشتر بکنن، چون منبع درآمدشونه. دقیقا میگه منبع درآمده، واسه چی باید از بین ببرن؟ مثلا اینکه طرف چه میدونم حالا خوب نیست بگیم مواد فروش باشه و بیاد آقا من موادی آوردم که تو یه بار میکشی مثلا تا 10 سال دیگه نیاز نداری بکشی. میکنم چنین کاری؟
نمیکنه. اینا هم به همین ترتیب جذابش میکنن. و داستان اینه، داستان یه زمانی خب گوشی هوشمند نبود، الان دیگه دست همه گوشی های هوشمند هستش. این رقابته داغتر شده. چرا داغتر شده؟ قبلا آقا ما میرفتیم گوگل سرچ میکنیم، بالاخره 4-5 سرچ میورد میرفتیم همشو چک میکردیم، یا مثلا صفحه بزرگ بود این نرم افزاره ما همه چیده شده بودش. اما الان گوشی صفحش چقدره؟ اینقدره. مگه چند تا مثلا اپلیکیشن توش جا میشه؟ خودتون ببین اپلیکیشن هایی که صفحه 2, 3 و 4 تونه اصلا میرید سراغشون؟ معمولا آدم نمیره دیگه، معمولا همون صفحه اول هم چند تایی که همون جلو چشش رو استفاده میکنه دیگه. ما هممون کلی اپلیکیشن ریختیم و استفاده نمیکنیم. خب چی شد؟ الان گفتم ما جا موندیم چیکار کنیم؟ نوتیفیکیشن. آقا فلانی نمیدونم اومد یه پستی که تو مثلا قبلا توش نظر داده بودی رو لایک کرد، یا مثلا تو رفتی اون اومده مثلا نظر تو رو لایک کرده، یا یه پستی که تو پارسال توش مثلا واقعا میاره واسه من، من اینستاگرام خیلی وقت آپدیت نکردم اینستاگرام شخصی رو، یه پست گذاشتی مثلا 6 سال پیش، یا میاد میگه آقا فلانی لایکش کرد، نوتیفیکیشن میاد. خب حالا مثلا لایک 6 سال پیش مگه برای من مهمه الان یکی بره لایک بکنه؟ اون موقع شاید هیجانش بود. یعنی میبینید با این نوتیفیکیشن ها یه جورایی دارن جنگ را میندازن، جنگ نوتیفیکیشن هاست. یعنی آقا بیا سمت من، تو بیا سمت من، آپدیت جدید اومده، نمیدونم بعضیشون میگه هی مثلا چند وقت ما سر نزدی، بیا ببین چه خبره. و خب اینا همش عامل حواس پرتیه. و خب یه کار دیگه‌ای که برای ما کردن، ارزش های ما رو تغییر دادن. یعنی چی؟ یعنی یه جوری تو ذهن ما جا انداختن که آقا این خوبه، خب این خوبه، اما این بده، شما باید اینجوری باشی. نمونش چیه؟ مثلا واسه ما جا افتاده که باید همیشه آنلاین باشی دیگه. حالا اینترنت که هستش دیگه، تو گوشیت هم مثلا این چند تا فاز مجازی رو داری، و خب اگر کسی آنلاین نباشه دیگه، حالا اینا که من پیام میدن، خب دیدن دیگه بعضا پیام ها طول میکشه من جواب بدم. خب حالا کار دارم من، اگه کار داشته باشم واقعا نه به تلگرام سر میزنم نه اینستاگرام، بعضا ممکنه که 2 روز به هیچ کدومشون سر نزنم. خب کار دارم، اما برمیخوره به خیلیا. آقا جواب ما رو نمیدی. خب آقا این مگه این فضای مجازی رسانه اجتماعی نیومدن که کار ما رو راحت تر بکنن؟ قرار نیست منو اذیت بکنه که. یعنی من میخوام اینجا بیام چه میدونم 2 صفحه کتاب بخونم، هی نوتیفیکیشن بیاد حواس منو پرت بکنه. میخوام 2 صفحه بنویسم، اینجوری میاد. میخوام 4 تا سوال حل بکنم، جزوه‌مو آپدیت بکنم، هی مثلا باید نوتیفیکیشن بیاد که جواب اینو بده، جواب اونو بده. خب منطقی نیستش. اما الان ارزش اینه دیگه. تو ذهن ما جا افتاد آقا فلانی خیلی خوبه، سریع جواب میده. همین جملاتی خودتون میگید دیگه. فلان مشاور فردی خیلی خوبه، سریع جواب میده. فلانی اصلا آنلاین نیست، من صبح جواب دادم، مثلا پیام دادم 12 ساعت بعد جواب داد. یعنی واسه ما الان آنلاین بودن یک ارزش شده. ما فکر می‌کنیم اگر آنلاین باشیم خیلی خوبه دیگه، ارزشه. و خب مثلا حالا یه دونه از این مؤسسات بزرگ کنکوری، اسمشو نمیارم، رئیسشون موقع صحبت میام گفت ما جریمه داریم برای کسی که پیام بهش بدیم و سریع جواب نده. رئیس مؤسسه خیلی بزرگ، خب حرف خوبی نیستش. یعنی از منم زیاد ناراحت میشد، میگفت من پیام میدم به تو 2 روز بعد جواب میدی بعضن، یا مثلا شما چند ساعت میگذاریم، میگفت اگه مثلا میومدی پیش ما اینجوری کار میکنی همش جریمه میخوردی. خب اشتباس، حالا نمیخوام لفظ بردهداری استفاده بکنم، خب همین شبانه روز که قرنیست آدم آنلاین باشه. و خیلی هم ما رو بردن سمت همه چی باید سریع باشه دیگه، همه چی سریع، همه کار باید سریع انجام. اگر یادتون باشه تو یادگیری هم یه بار گفتم این فضای دیجیتال یه اشکالی که واسه ما به وجود اومده، ما میخوام همه چی سرعتی باشه. آقا مثلا فیلم معلم رو دانلود کردم، میخوام ببینم ضرب در 2. کدوماتون فیلم های دانلودی معلماتون رو ضرب در 1 میبینید؟ همش سریع باید انجام بدید. حالا من نمیدونم مثلا چه کار خاصی دارید، کارتون همینه دیگه. کارتون مگه چیزی غیر از اینه؟ مگه چیزی غیر از درس خوندن؟ خب فیلم معلمتون، صحبت مشاورتون، یا مثلا من بعضا وایس میذارم، حالا ممکنه که بعضی مطالب که مهمه رو توضیح بدم مثلا 15 دقیقه تا 20 دقیقه نهایت بشه. یه هفته بعد جلسه مشاوره میگم گوش دادی؟ نه طولانی بود، وقت نکردم. 20 دقیقه وقت نکرده، نمیدونم چیکار دارم میکنم. یعنی از نظر شما الان 20 دقیقه وایس گوش دادن خیلی بده دیگه. 20 دقیقه یعنی من داشتم اینجا مثلا انجام، اما خب مثلا کلیپ های 30 ثانیه 1 دقیقه اینستاگرامو میبینید،
ممکنه مثلا یهو میری تو اینستاگرام ببینی 40 50 تا مثلا کلیپ یک دقیقه‌ای دیدید، اما خب طبیعیه کلیپ باید یه دقیقه‌ای باشه، بیشتر باشه یعنی وقتمون داره تلف می‌کنه، مخاطب این رو نمی‌پسنده. این جملاتی که خب مثلا این مدرسین اینستاگرام میگن باید زیر یه دقیقه مطلب رو رسوند و این، آقا زیر یه دقیقه چه مطلبی میشه رسون؟ اینا همش میدونی چیه؟ این تلقین فضای مجازی، آقا همه چی باید سریع انجام، ما فضای مجازی رو انداختیم اینجا که شما سه تا کلیک بکنی برسی به اونی که میخوای، و این اشتباس، این قضیه دقیقاً مخالف یادگیریه، مخالف یادگیری ماست. خب حال دیگه اینا هم سعی کنم سریع رد کنم، یه ذره درد دلی بود. یه جمله نوشتم اینجا، گفتم شما اگه میخواین توی این فضا، توی این فضای مجازی، توی فضای دیجیتال، دنیای دیجیتال زندگی، باید قواعد بازیش هم یاد بگیرید. گفتم اونا بازی دارن میدن شما رو و شما باید بازیشون رو، قواعد بازی رو بدونید. نباید اینجوری وایسید نگاه کنید آقا چه خدمات خوبی، منم برم استفاده بکنم، ای ول قبلا نمیشد الان میشه، چقدر خوبه. و همه اینها شما رو از اون کار اصلیتون دور میکنه، تمرکزی که باید بذارید رو کار اصلیتون، حالا درس خوندنه، داره دورتون میکنه دیگه، و خب خوب نیستش. یه کتاب اینجا نوشتم، اینو حتما بخونید، بعد از کنکورتون بخونید، و یکی حالا از این نویسنده معروف نوشتتش، بخونیدش. یه بحث دیگه که ما رو تشویق میکنه به این حواس پرتی‌ها، فرهنگ جامعه ما، فرهنگ جامعه ما، فرهنگ جامعه ما چی میگه؟ میگه که آقا شما تو فرهنگ ما چند کارو با هم انجام دادن ارزشه. یعنی میگن آقا فلانی خیلی کارش درست، داره تلفن صحبت میکنه، همزمان داره مثلا تایپ هم میکنه، یا چون همزمان داره مثلا سوال مینویسه، همزمان داره سوالاشو حل میکنه، خب چه کاریه؟ واسه چی مثلا چند تا کار با هم انجام دادن باید ارزش باشه؟ اما تو فرهنگ ما دیگه کسی که چند تا کار میتونه با هم، حتی مثلا میگم خانوما به آقایون میگن شما نمیتونید، ما میتونیم چند تا کار با هم انجام، مغز شما نمیدونم چه جوری، مغز ما فلانه، اصلا ارزش نیست چند تا کار با هم انجام دادن. آقا یه کارو بگیر کامل درست انجام بده، بعد برو کار بعدی. خب نمیشه. یعنی شما خیلی وقتا اگر اون طرف داستان باشید یه ذره استرس میگیرید. یعنی الان یه مثال اومد تو ذهنم، مثلا فرض کنید به شما بگن که مثلا دارید میرید خودتون، یکی از اقوام میخواد عمل جراحی انجام بده، بعد ببین آقا دکتره داره میاد تو گوشش آهنگ گذاشته و اینجوری اینجوری داره کلنم تکون میده بیاد، آقا چی کار داری میکنی؟ میگه من اینجوری تمرکزم بالاتره. استرس نمیگیری؟ یارو داره آهنگ گوش میده اومده عملت بکنه. خب شما دارید واسه درستون هم این کار انجام میدی، غیر از اینه داریم انجام میدیم، و خب اشتباس دیگه. یعنی زمانی که مثلا وضعیت حساس بشه شما میبینی اوه اوه چه کار خطرناک، خب درس خوندن یاد گرفتن همه اینا هم حساسه دیگه. یا مثلا توی فرهنگ ما حاشیه جذابه دیگه، حاشیه جذابه. غیر از اینه، اینایی که تو سالن مطالعه تو کلاس درس میخونن، این صحنه رو احتمالاً بگم واسه شون کلی تداعی میشه. شما نشستی درستو میخونی، حالا یه درسی که شاید دوستم نداری، چه من حوصله‌ام داره سر میره، یکی دیر میاد تو کلاس یا دیر میاد تو سالن مطالعه، مثلا سر کلاس معلم داری گوش میدی، قشنگ اینجوری دنبالش میکنی بری کجا داره میشینه، اینجوری هم میسی نگاه میکنی رف اونجا کی بودش، آها فهمیدم. این حاشیه برای ما جذابه، تو فرهنگ ما خب جذابه، اینجوری برای ما جا افتاده، ما دوست داریم این اتفاقات رو ببینیم. مثلا اگر فوتبال ایرانو دنبال بکنی، خب همه دنبال این حاشیه‌هاش هستن دیگه، آقا این به این اینو گفت، این چرا جوابشو نداد، این چرا اینجوری کردش. و خب این حاشیه و کارهای موازی و کارهایی که شاید اهمیت نداشته باشن غلبه میکنن به کارهای اصلی، و این نتیجه به وجود میاد دیگه. و خب یه چیز دیگه ای که هستش توی در فرهنگ ما، میگن که بشینم نه بیام این بر، تو فرهنگ ما میگن روابطمون با آدم ها مهمه دیگه، بعضا شاید فراتر از اون کاری باشه که میخوایم انجام بدیم. یعنی مثلا میگم من اگه این کار انجام بدم واسه کار خودم بهتره، واسه درس خودم بهتره، اما فلانی ناراحت میشه. مثلا اینکه من الان درس همو میخونم، داره مثلا نوتیفیکیشن دوستم میاد پیام داده، خب من الان جواب ندم ناراحت میشه، یا نه اگه گوشی رو خاموش کنم بندازم اونور
من دارم درس میخونم 4 ساعت جواب دوستامو ندم ناراحت میشن، واسه مهمه که اونها ناراحت نشن. خب یه ذره فکر کن منطقیه، واقعا منطقیه. مثلا من خودم یادم واسه کنکور ارشد میخوندم، خب مثلا باید یه آزمون میزنم، آزمونم خیلی طولانی بود اون موقع، آزمون برق الان کوچیکش کردم، اون موقع واسه ارشد برق فکر کنم 5 ساعت اینا طول میکشید، اصلا تو 2 روز برگزار میشد، آزمون انقدر طولانی بود. مثلا 5 ساعت گوشی رو خاموش میکردم و تازه بعدش میرم تحصیل کنم و تحلیل کنم ببینم اینا، خب خیلی طول میکشید، 7 8 ساعت گوشیم خاموش بود. بعد مثلا بعضی تو این واژه ناراحت میشدن بعضیا، تازه میگه فاز مجازی اون موقع اصلا نبود، تقریبا سال 86 رو دارم میگم، در واقع اسفند 85 تازه واسه اون موقع است. ناراحت میشدن آقا مثلا چرا اینجوری، ما شاید کار واجب داشت. آقا چه کار واجبی دارید؟ کدوم کار واجبه که مثلا باید من تو این بازه حتما جواب بدم؟ مثلا من کارم مثلا جوری نیستش که خیلی فورس ماژور بخوام جواب، یا مثلا شما دوستتون چه کاری با شما داره که انقدر سرعتی باید جواب بدید؟ اما خب روابط واسه ما مهمه، میگه آقا فلانی ناراحت نشه خوب نیستش. یه بحث هم مثلا از دیدگاه تکاملی بررسیش میکنن، اونم بامزه است. حالا اینکه چقدر درسته یا من نمیدونم چقدر درسته، هم چون مطرح شده و میگن، اینم میگم که چرا اصلا اینقدر حواسمون پرت میشه، چرا اصولا ما آدمای حواس پرتی هستیم، حواسمون نمیتونیم جمع بکنیم، روی کار سخت میتونیم تمرکز بکنیم. دیدگاهش تکاملیه، یعنی میگن که تو این تکامله، حالا اون اجداد و نیاکان ما، اون انسانهایی که اون موقع بودن، باید خیلی مثلا حواس پرت می بودن. یعنی چی حواس پرت می بودن؟ با مزه از حرفشون. میگن که خب اون موقع اگه یه صدایی می اومد، حالا نوتیفیکیشن که نه، یه خشخشی می اومد، طرف نمیتونست بگه نه نه مثلا به اون دقت، من باید رو کار خودم تمرکز بکنم، مثلا دارم چه میدونم این چوبه رو میشکونم، باید این چوبه رو بشکونم، یا دارم مثلا این درخت رو از ریشه در میارم، باید رو این تمرکز. خشخش خب مهم نیستش، خب هیچ چیزی خرسه میاد میخوردش دیگه. یعنی اونایی که خیلی متمرکز رو کار بودن و این خرس و گرگ و شیر و اینا اومدن خوردن، اون اونایی که خیلی حواس پرت بودن موندن دیگه. دیدگاه تکاملیش اینه، میگن این انتخاب طبیعیه به سمتی اومده که اینایی که خب در واقع متمرکز بودن خورده شدن، اینایی که تا یه خشخش اومده سری فرار میکردن در میرفتن، حالا خشخش مثلا ممکن باد زده باشه، اما اینا انقدر چی میگن آلرت بودن، یعنی منتظر بودن یه صدا بیاد فرار بکنه، خلاصه اینا موندن دیگه. این شده که ما هم از نسل اوناییم دیگه. اگر اونایی که حواس جمع بودن یه ذره خب مثلا فکر میکردن، چه میدونم مثلا با چوبی چیزی میزدن اون خرسرا، احتمالاً الان ما هم یه نسل حواس جمع اینجا داشتیم دیگه. حالا نمیدونم این دیگه چقدر درسته، بعضا میگن که تکامل اصلا کلا غلطه، از اونم خیلی طرفدارشن دیگه. خب همه اینا رو گفتیم، بریم ببینیم که اصلا چیکار میشه انجام داد برای افزایش تمرکز، چی کار کنیم که تمرکز ما بره بالا. خب ببینید بحثی که هستش، خب اصلا چرا من انقدر عوامل و اینها رو گفتم؟ برای اینکه اولین کاری که برای افزایش تمرکز باید انجام داد چیه؟ بگید خودتون چیه؟ اولین کاری که برای افزایش تمرکز باید انجام داد، اصلا نیاز نیست من بگم. آفرین، حذف عواملشه دیگه، حذف عواملشه دقیقا. یعنی ما نگاه میکنیم میگیم آقا مثلا چی حواس منو وسط درس پرت میکنه؟ بازم میگم نگید حالا یه دوتا آلارم اومد، دوتا مثلا نوتیفیکیشن اومد، من یه نگاهی هم کردم، همین نگاه کردن قطع شدن تمرکز ما، دوباره بالا رفتنش، همین درگیری ذهن ما که آقا تو بس جواب بدم ندم، نکن ناراحت بشه، این شریفی هم گفته که جواب نده دوستت، مهم نیست بعدن من چی بهش بگم. خب این خودش بالاخره یه ذره بازدهی ما رو میاره پایین دیگه. شما در طول روز ناگهان چند بار این اتفاق میفته، این عوامل باید حذف بشن. ببین آدمای خیلی گونده این کارو انجام میدن ها، تو این کار عمیق چند تاشون، این کار عمیق خیلی بامزه است، اومده آدمایی که مثلا خیلی تاثیرگذار و خیلی موفق بودن و تحقیق کرد روش، خیلی کار دانشگاهی نیست، یعنی خب مثلا اومده گفته آقا ناگهان اینا این ویژگی رو دارن، اونم این ویژگی رو داره، اینم داره، اینم داره، مثلا کلی آدم مثال زده و گفته اینا رو ناگهان همشون این ویژگی رو دارن، مثلا دو تاش که احتمال همه بشناسید، مثلا میگه بیل گیتس، مثلا میگه بیل گیتس کسی که دو بار در سال، سرچ کنین عکس کلبش هم توی گوگل میاد، یه کلبه وسط جنگل داره که هیچی نداره، با خودش هیچی هم نمیبره، نه اونجا برق هست، نه نمیدونم مثلا اینترنت هست، هیچی نیست،
میره اونجا و دو هفته میمونه، حالا یه هفته دو هفته ده روز چقدر میمونه و فقط فکر میکنه و ایده بزنه که مثلا چه کار جدیدی انجام بده. یادم نیست یکی از این پروژه هاش هم همونجا به ذهنش رسیده. تو یادت میاد؟ یه دون از این پروژه خیلی گندش اونجا به ذهنش رسید، الان خاطرم نیستش. وودی آلن رو مثال میزنه، میگه وودی آلن از سال 65 داره چیکار میکنه؟ فیلم سازی میکنه. تا 2018 فکر کنم آخرین فیلمش رو ساخت دیگه، یعنی حساب کنم مثلا 53 سال فیلم ساخته، 53 سال این فیلم ساخته، 3 تا اسکار گرفته اگه اشتباه نکنم، 21 بار کاندید اسکار شده و میدونه توضیح میگه این خیلی بامزه است، این اصلا کامپیوتر نداره، فیلمنامه‌اشو خودش تایپ میکنه. چجوری تایپ میکنه؟ ماشین تایپ گندار دید تپ 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 صدا میده، میگه حتی کامپیوتر برای خودش نگرفته، گوشی و اینا که بماند، اینترنت و اینا بماند، یعنی خودش رو از این تکنولوژی اینا کلن کنده. و خب فکر نمی کنم هیچ کارگردان و فیلمساز نویسنده‌ای به این پر افتخاری داشته باشیم دیگه. و حالا مثال های دیگه، کلی مثال دیگه میزنه که حالا معروف نیستن نمیشناسید، اما خب توضیح میده طرف چی کار کرد، از کجا به کجا رسید، آدم معمولی بود. میگه که حالا اینا رو گذاشتن کنار، آها تعارف ندیگه، کامپیوتر ما اصلا میتونیم تصور کنیم کامپیوتر و لپتاپ نداشته باشیم، گوشی نداشته باشیم، اینترنت نداشته باشیم؟ نداره دیگه. ما چند تا مقرر از وودی آلن موفق تر بشیم یا خوشحال تر بشیم، نمیدونم، اون نداره. خب این بحث که حالا حواس پرتی ها رو گفتم، چون که این عواملش رو در واقع اینجا معرفی کردیم، تمام عواملش رو حذف کنید، بدون تعارف با خودتون تعارف نداشته باشید. نمیگم کلن حذف، گوشی رو کلن بذارید کنار، نمیدونم لپتاپ رو کلن بذارید، اینترنت رو کلن قطع کنید، نه الان دیگه وقتش نیست. گفتم اینا اعتیاد آورن، شما معتاد به اینها شدید، معتادم که یهویی قطعش نمیکنن، اما بازه بذارید. آقا من این بازه مثلا این یک ساعت رو میخوام درس بخونم، این یک ساعت که میخوام درس بخونم آقا گوشی کنار، اینترنت قطع، این فلان، کسی هم سراغ من، آقا تو سالن مطالعه هم داری درس میخونی، تو مدرسه در تو کلاس درس، تو پانسیون درس میخونی، هر جا درس میخونی، کسی نیاد مزاحمت بشه. آقا من مثلا یک ساعت میخوام درس بخونم، کسی اصلا اینجا نیاد، روتم بکن به دیوار، کسی رو نبینی، کسی نیاد سوال بپرسه، کسی نیاد بگه ساعت چنده، هر چیزی، چون هر حواس پرتی یه جورایی شما رو دوباره میندازه پایین تا تمرکز بیاد بالا. گفتم چی میشه دیگه. پس مهمترینش همینه. مورد بعدی بحث اراده و خودکنترلیه. یعنی شما باید ارادتون رو تقویت کنید. اراده یه حالت عادت داره. خب یعنی عادت چی؟ عادت با تکرار تقویت میشه. یعنی شما اگر عادت بکنید به این که اراده داشته باشید، یعنی چیزی که در لحظه، مثلا الان من گوشیمو گذاشتم کنار، یا مثلا انداختم اونجا چه میدونم، یا میبینم دینگ یه صدای اومد از گوشیم، خب میفهمم یک نوتیفیکیشنی اومده، یه پیام اومده، هر چیزی، اگر تونستم این 45 دقیقه تا آخر این واحد درسیمو تحمل بکنم و سمتش نرم، این خیلی خوب کار درست، یعنی اراده من تقویت میشه، دفعه بعد راحت تر این کارو انجام میدم. اما اگر الان اومد برم نگاه کنم، هر کی پیام داد سری جوابشو بدم، نمیدونم مدام مثلا گفتم آقا من یه روب توی اینستاگرام میرم، یه روب بشه نیم ساعت، هر بار اونوری تقویت میشه، یعنی ترکش سخت‌تر میشه. پس حواستون باشه دو طرف طیف رو داشته باشید، هم گفتم از جنس عادته اراده، یعنی هر چقدر تکرار بشه تقویت میشه و هر چقدر از اون برم تکرار بشه خب طبیعتاً ضعیف‌تر میشه و شما نمیتونید کار انجام بدید. و خب ببینید بخشی از این اینجا گفتم مهمترین چیزی که شما باید بهش غلبه بکنید حس کنجکاویه. حس کنجکاویتون رو بذارید کنار. آقا مثلا بیرون یه صدایی میاد، من باید حتما برم، اگه الان دارم درس میخونم اینجا، حتما پاشم برم ببینم چه صدایی اومده، یا چه میدونم گوشیم زنگ خورد، یا چه میدونم هر اتفاق دیگه ای. کنجکاوی رو بذارید کنار و اینا واقعا واسهتون عادت بشه، یعنی تو همین مدت کوتاه شما میتونید اینها رو بسازید، هیچ مشکلی نیستش، اصلا چیز پیچیده ای نیستش، اصلا چیز نشدنی نیستش، نگید ای وای دیگه مثلا نمیتونم و معتاد شدم و اینا، نه اینا همش قابل حله، حتما این کار رو انجام بده. اینا میبینید از جنس اراده و نمیدونم حذف کردن و جلوگیری و ایناست بیشترش، یعنی عمده کارهایی که باید انجام بدید جلوگیری کردنه، باید جلوگیری بکنید. خب بعدش
حالا اون کتابایی که گفتم تقریبا همشون میگن، میگن این تمرکز و قدرت تمرکز ما مثل عضلات بدن ما میمونه. یعنی میشه این عضلات رو تقویتش کرد. ما مثلا میگم کسی میخواد بازوش قوی بشه چیکار میکنه؟ خب چون یه وزنه چیزی برمیداره و شروع میکنه مثلا وزنه زدن و به مرور زمان این قوی تر میشه دیگه. فقط خب تو تقویت عضلات باید چند تا چیز رعایت کرد دیگه. مثلا ما بیش از توانمون که نمیتونیم برداریم. اگه من مثلا زورم اینه که 5 کیلو وزنه بردارم، نمیرم 15 کیلو بردارم که کلا دیگه زده بشم و نتونم هیچ کاری انجام بدم. اونم میگه واسه تمرکز هم باید همین کار رو کرد. یعنی باید تو اون مرز تواناییمون حرکت بکنیم. اگر توان من اینه که میتونم مثلا 4 صفحه زیست رو با تمرکز بخونم، 3 صفحه زیست رو با تمرکز بخونم، همون 3 صفحه رو با تمرکز بخونم بعد استراحت بدم، حتما میدونید دیگه برای اینکه حالا عضلات ما پیشرفت کنه، رشد بکنه، هم تمرین براش لازمه هم استراحت. هر کدوم که حذف بشه طبیعتا پیشرفت نمی کنه. کسی نمیتونه بگه من صبح تا شب دارم تمرین بازو میکنم تا بازوم تقویت بشه. نه، نیاز به استراحت داره. و اینکه بازو خسته میشه، تمرکز، ذهن ما هم خسته میشه وقتی تمرکز میکنه. یعنی مثلا میگم شاید یه کاری در توانش باشه، اما وقتی که هی تکرار میشه، مثلا میگید آقا من دوست دارم فلان درس رو راحت میتونم بخونم، بله مثلا این لیوان رو، این لیوان حالا وزنی نداره دیگه، من مثلا میتونم اینجوری نگهش دارم، خب اینجوری بگیرم ببین، مثلا میتونم این لیوان رو اینجوری نگهش دارم، میگم خیلی خوبه، اوکی من میتونم انجام بدم، چقدر میتونم اینجور نگهش دارم؟ مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه، نیم ساعت، بعدش خسته میشه دیگه، نمیتونم دستم مثلا 1 ساعت اینجوری نگه دارم. که تمرکز ما هم همینه. یعنی ما تا یک زمان اینو بپذیرید، تا یک زمانی شما میتونید با تمرکز خیلی بالا حرکت بکنید. وقتی که به اون مرزش رسیدید و یادداشتم که آقا مثلا من تونستم نیم ساعت با تمرکز درس بخونم، نیم ساعت با تمرکز تست بزنم، بعد یه استراحت کوچیک میدید. حالا استراحت کوچیک لزومی نیست که برید پایین دور بزنید، آقا ذهنتون استراحت میدید. یعنی اینجا که داشتید میخوندید یه کتاب رو میبندید، استراحت رو جدی بگید. مغز ما برای اینکه ادامه فعالیتش رو درست انجام بده حتما به استراحت نیاز داره، چیزی که خیلی حذفش میکنن. همون که گفتم طرف میومد میگفت مثلا 15 ساعت درس خوندم، 15 ساعت یعنی تو اصلا هیچ استراحتی به ذهنت ندادی، بقیه‌اش هم دیگه خوردی و نمیدونم خوابیدی و دیگه کار دیگه نکردی، که خیلی هم به خوابش احتمالاً نرسیده دیگه. یعنی فکر نکن اگه 15 ساعت بخونه لزوما خوبه، نه قطعا این استراحت‌ها رو حذف کرده و حذف این استراحت‌ها خطرناکه. یعنی ذهن ما رو خسته می‌کنه، دقیقاً نتیجه منفی داره میده از یه جایی بعد، تمرکز من داره میاره پایین‌تر. گفتم مثلا اینه که شما ورزنداری هی اینجوری بزنید، هی بزنید بگید من می‌خوام 20 ساعت همینجوری وزنه بزنم، قوی تر میشه بازوتون، قطعا ضعیف تر میشه. تمرکز هم مشابه همونه، این که شبیه عضله است، همین کتابایی که گفتم بهش اشاره کردم و گفتن که این کارا رو باید حتما انجام بدید، بهش استراحت بدید، بازه تمرکزتون رو به دست بیارید و سعی کنید بازه رو بیشتر کنید. اگر زمان شما مثلا الان میتونید 20 دقیقه با تمرکز بخونید، برید که چند روز با 20 دقیقه برید، اگر 20 دقیقه دیگه واسهتون عادی شده بکنیدش 25 دقیقه، اگه دوباره عادی شد بکنیدش نیم ساعت. مثلا همونجا دیگه شما 10 کیلو دیگه اگه واسهتون عادی شد خب میکنیدش 10 11 کیلو 12 کیلو بیشترش میکنید. اینجا باید همین کارا رو انجام بدید. یعنی اون درس خوندن هایی که دارید انجام میدید به ترتیب اهمیت دارن میگم. اولش یه سری عوامل رو باید هضم کنید، بعد اراده داشته باشید نرید سمت حواس پرتی ها، و بعدش اون کار شما که درس خوندن و تمرکز نیاز داره رو چیکار باید انجام بدید، باید توی این بازه ها درست ببریدش جلو. یعنی خارج از اون توان تمرکزیتون نرید. حالا باز میگم اگه توی سالونی با بچه دیگه دارید درس خونید، به این معنی نیست که شما سر 20 دقیقه اگر خسته شدی مثلا یا اون بازه تمرکزیت دیگه تموم شد پانشی بری مثلا یکی دیگه رو انگولکش بکنی. آقا اون شاید میتونه مثلا نیم ساعت درس بخونه، مزاحم اون نباید بشی. که همونجا مثلا یه استراحتی بکن، چه میدونم حتی یه کار حواس پرتی واس خود جور کن، چه اشکال داره؟ تو همون مثلا 5 دقیقه که میخوای استراحت کنی وسط ساعت مطالعه، برو مثلا یه چرخی بزن، یه کاری که نیاز به تمرکز خاصی نداره، سقف و ناکن، طبیعت لذت ببر، نمیخواد درس بخونی، اما حواست باشه که این بازه باید بیشتر بشه. یه چیزی که خیلی مهمه بحث برنامه ریزیه. برنامه ریزی هم تمرکز ما رو میبره بالاتر.
حتما خودتون متوجه شدید دیگه، اون زمانهایی که برنامه ندارید حواستون هم بیشتر پرت میشه، کلی از زمانتون هدر میره، برای که دقیقا نمیدونید چی کار باید انجام بدید، از کجا به کجا برسید، چه حجم کاری نهایتا باید تحویل بدید. این برنامه ریزی هم مدیریت زمان شما رو باید درست بکنه، هم این که چجوری بگم، نظم شخصیتون رو دیگه، یعنی باید منظم‌تر بشید. حالا بچه‌هایی که با ما دارن میان کنکوری ها که خب این برنامه تقریبا چارچوبش مشخصه، میتونی یه ذره ریزتر بکنید واسه خودتون، اما مشخص باشه تو هر بازه چه کارهایی باید انجام بدید دیگه. یکی این فرصه آقا نیم ساعت کم نیست، نه نیم ساعت با تمرکز بالا خوندن زیاده، اتفاقا نیم ساعت با تمرکز بالا خوندن زیاده. یعنی فکر نکنید شما، مثلا میگم اون جمعه‌ای که آزمون میدن، فردا مثلا کنکوری آزمون میخوان بدن دیگه، چند واقعا فکر میکنید مثلا دو ساعت با تمرکز شما دارید آزمون میدید، قطعا وسطش حواستون پرت میشه. این اگر کسی میگه الان من نیم ساعت میتونم با تمرکز بخونم، چیز عجیب غریبی نیستش و میتونم این نیم ساعت رو یواش یواش بیشترش هم بکنه. خب بریم یه سری تمرین هم هستش، یه تمرین هایی هم که هستش بیشتر از بابت اینه که از ذهنتون یه سری کارهایی بکشید که نیاز به تمرکز داره. این تمرین ها رو انجام بدید حتما. خب در عین سادگی شاید مثلا با خودتون آقا این تمرین چه ربطی مثلا به تست ریاضی زدن داره، چه ربطی مثلا به دینی خوندن داره. خب مثلا اینه که شما بگید که من رفتم باشگاه، مثلا با دو ماه رفتم دنبل زدم بازوام قوی شده، بعد من میام آقا سر این میزو بگیر بزنیم و بگی نه من دنبل فقط میتونم بلند کنم. خب وقتی بازو قوی شدی میزم میتونه بلند بکنه، تمرکز تو وقتی قوی شده، حالا با هر تمرینی میتونی مثلا تو ریاضی هم ازش استفاده بکنی، میتونی تو مثلا شیمی هم ازش استفاده بکنی. پس از این حرفای عجیب و غریب نزنید. این کارها رو اگر انجام بدید میتونید تمرکزتون رو برید بالاتر و همه جا ازش استفاده بکنید. اول تمرین خنده داره، بشینید تمرین کنید. آقا واحد مطالعاتی شما یک ساعت و نیمه، گفتم حالا همش رو تمرکز نداری، ممکنه مثلا 3 تا 25 دقیقه 3 تا 20 دقیقه توش تمرکز داشته باشید. آقا یک ساعت و نیمه بشین، بلند نشو. چند تاتون میتونی یه ساعت و نیم بشینید تو ساعت ها مطالعه و بلند نشید دیگه؟ چیزایی که من دیدم دیگه، این توی مدت دارم میبینم طرف نمیتونه بشینه یک ساعت و نیم، یکیتون حداقل بگه دیگه. میگه من 10 ساعت میتونم بخوابم با تمرکز. خب دیگه اکثرا میگن نمیتونم، میگه دراز میکشم اصلا نشستن. بله یه موقع مثلا یه مبل مشتی میذاری از این سلطنت یا لم میدی اون، بله از این مثلا اینجا صندلی بشینم از فرصت سوء استفاده بکنم، مثلا یه صندلی مثل این که خیلی هم راحت نباشه، یه میزی باشه اونی که میخوای روش درس بخونی، چقدر میتونی پشت این بشینی؟ واقعا یک ساعت و نیم خیلیاتون نمیتونید بشینید. امتحان کنید. واحدهای مطالعاتی بلند نشید از جاتون. بازم میگم شما ممکنه کلی دلیل بیارید، نه خب بلند شدم برم از تو کمدم فلان چیزو بردارم، یا مثلا کیفم اونجا بود رفتم یه دقیقه به اون، خودکارم دست دوستم بود رفتم ازش بگیرم. خب بالاخره بلند شدید دیگه. و باز هم دارم میگم از جنس عادته، یعنی وقتی هی بلند میشی دیگه عادت میکنی بلند شی، سر جلسه آزمونی که بعد 4 ساعت بشینی اذیت میشی. موضوع بعدی حفظ کردن. خیلیتون از حفظ کردن فراری هستید دیگه، یواش یواش نزدیک کنکور هم داری میشین، باید عادت کنید که یه سری مسائل رو حفظ کنید، یه سری مباحث رو حفظ کنید، یه سری در واقع حفظیات داره کنکورتون. بخونید هر شب 1 ربع 20 دقیقه بذارید این حفظیات رو بخونید، هیچ اشکالی نداره، بالاخره تو کنکور که باید حفظ باشید. حال تو برنامه‌تون میاد، کنکوریه که با ما دارن میان که تو برنامه‌شون میادش یواش یواش، یه بخشش واسه همینه که شما هر شب وقتی چون میدونید قراره حفظش کنید، خود به خود سعی میکنید که با تمرکز بیشتری بخونید. همین با تمرکز بیشتر خوندن یعنی دارید تمرین تمرکز میکنید، نه اینکه بگم خود حافظه ربطی به تمرکز داره، اما همین که شما تلاش میکنید یه چیزی رو با دقت بخونید که به حافظه بسپرید، چند بار تکرارش میکنید، همین باعث میشه که تمرکزتون بهتر بشه. و هر کاری که اتوماتیک نره جلو اگر شما انجام بدید باعث میشه تمرکزتون بره بالا، یعنی شما چپکیشو انجام بدید، هر کاری شما مثلا چه میدونم دنده عقب حرکت بکن، یا مثلا میگن که
معکوس بشمرید، یعنی به جای اینکه مثلا به 1 2 3 4 5 6 اینجوری چپکی بشمرید، هر روزم تکرارش بکنید، مثلا بگی 100 99 98 97. اگر میخواید تمرینش سخت‌تر باشه مثلا سه تا سه تا کمش بکنید، مثلا میگی 100 97 94 91 88 85، همینجوری میایم پایین دیگه. خب این یعنی این که شما یه کاری که واسهتون ناخودآگاه نیستش رو دارید به صورت خودآگاه خب انجام میدید و خب باید تمرکز بکنید کجا بودید، کجا دارید میایین، چقدر باید کم بکنید و این خودش باعث میشه تمرکزتون بره بالاتر. حالا هر چقدر مدت زمانش طبیعتا طولانی تر بشه، این تمرکز شما بیشتر تقویت میشه. حالا در شروعش شاید مثلا اگه از 1000 شروع کنید خب یه ذره حواستون پرت بشه وسطش، گم کنید کجا بودید. از عددهای کوچیک‌تر شروع بکن، یواش یواش بزرگش بکن و این کار رو انجام بده. این باعث میشه که خب شما از این در واقع قسمت تمرکزی ذهنتون کار بکشید. و خب یه چیزی هم هستش، حالا تو این کانال و این ور و اون ور زیاد شنیدید دیگه، تکنیک پومودورو فکر کنم اسمش خیلی معروفه. هر جا میبینی عکس گوجه فرنگی گذاشتن گفتن نمیدونم به زبون ایتالیایی چی میشه و فلان. پومودورو چیز خاصی نیستش، خلاصش رو بخوام بگم داره همین حرفایی که بهتون گفتم رو میگه و حالا یک بازه تعیین میکنه. میگه آقا بازه های تمرکزی 25 دقیقه واسه خودتون تعریف کنید، بعد مثلا نیم ساعت استراحت کنید، دوباره 25 دقیقه بعدی نیم ساعت، میگم نیم ساعت 5 دقیقه چه خبره، 25 دقیقه متمرکز باشید، 5 دقیقه استراحت کنید، بعد دوباره مثلا 25 دقیقه 5 دقیقه 25 دقیقه 5 دقیقه، این 3 تا نیم ساعت تا الان شد دیگه. بعد مثلا واحد مطالعاتتون تموم میشه، یه روب چمنا 20 دقیقه شقدر بینش استراحت میکنی میرید بعدی. خب حالا بعضی جا با اعداد مختلف میگن، خلاصش همینی بود که گفتم 25 دقیقه درس بخونید 5 دقیقه استراحت، 3 تا که شد یه ذره بیشتر این کار رو انجام بدید. اما خب میگه توی اون 25 دقیقه همه چیز رو قطع کنید دیگه. حالا مثلا بعضا سوال بی ربط بود، اگه مثلا چه میدونم سوالا تو لپتاپ اون بود چی؟ خب تو لپتاپت باشه، لپتاپ ببین. یا مثلا میگن فیلم آنلاین اگه قرار بود ببینیم اینترنت میخواست، آقا من خیلی واضح دارم میگم تو میتونی مثلا فیلم آنلاین ببینی، اما خب اون پایینش اینستا و تلگرام و فلان و فلان همه اینا بسته باشه یا نوتیفیکیشناش بسته باشه، این کارو که میتونی انجام بدی. یعنی اگه قرار فیلم آنلاین هم ببینی، آقا 25 دقیقه روی همین تمرکز بکن، هیچ چیز دیگه نباید حواستو پرت بکنه. اصلش همینه، بازه های کوتاهی که بتونی تمرکزت رو نگه داری، پومودورو اینه. و این که نوشتم صبر و حوصله، یه مقدار از این فضای بدو بدویی که واسه ما ساختن خارج بشید. بعضی وقتا باید کارا رو با حوصله بیشتر انجام بدید. حالا یه سری کارا شاید سرعتی بودنشون خوب باشه، حالا مثلا ممکنه شما بگید من میخوام 100 تا تست بزنم سر حوصله بشینم تو 2 روز بزنم، نه اونجا واضحه باید کار سریع انجام بدی. اما یه سری جا واقعا نیازه که اینقدر دنبال بدو بدو کردن و سرعت باشید. خیلی وقتا میشه سرعت رو کم کرد، از این مسیر لذت بردش. گفتم مثل دیدن مثلا فیلم یه معلمی که نیاز داری، مثلا خوندن شاید مثلا یک کتاب باشه، خوندن یک شعر باشه. شما من میگم مثلا شما مثلا شعر خوندن تو باعث تمرکز میشه، اما به شرط افزایش تمرکز میشه، اما به شرط اینکه خب آروم بخونی، سعی کنی از بیت‌هاش لذت ببرید، از اون آرایه هایی که استفاده کرد لذت ببرید، نه اینکه فقط تون تون بخوای بخونی تمام بشه، آقا ما شعر امروزمون هم خوندیم و کارمون تمام شد بریم دیگه، نه اینجوری نباید باشه. یه ذره این سرعت مصنوعی که تو زندگی انداختن رو کمش بکنید و سعی بکنید از این فضایی که واسمون ایجاد کردن فاصله بگیرید، یه ذره لذت ببرید از این مسیری که دارید میرید. حالا مباحث دیگه این هست، در مورد حال خوب من جلوتر صحبت میکنم، اون یه بحث خیلی کلی تر یا کلی جاهای دیگه هم دخیل میشه، فقط بحث تمرکز نیستش. و همین دیگه، بیشتر از این صحبت نمی کنم. یه جمله هم این کتاب کار عمیق داشت الان یادم افتاد، میگه اطلاعات و تمرکز عکس هم دیگه هستن، این که بره بالا این میادش پایین. وقتی که هجوم اطلاعات به ما زیاد میشه خب طبیعتا تمرکز ما میاد پایین دیگه، از همه طرف اطلاعات میاد تو ذهن ما میخواد بره و خب ما نمیتونیم اینا رو طبقه بندی کنیم و تمرکزمون میادش پایین. حواستون باشه
فعلا اینه. و خب گفتم ماهیت فضای مجازی هدفش اینا چیه، اینا رو حواستون باشه رعایت بکنین. اونایی که کنکوریان از الان تا کنکور فرصت خوبیه که این مشکلات رو برطرف بکنن، تو همین مدت کم خودشون میبینن. شما خیلی نمیخواد وقت بذارید، 2 هفته این کارهایی که گفتم انجام بدید، 2 هفته ته 2 هفته اثرش رو میبینید، خودتون متوجه میشید چقدر با کیفیت تر درس خوندید و چقدر کمتر خسته شدید. یعنی هم کیفیت درس خوندنتون بهتر شده، هم خستگیتون کمتر شده، هم بیشتر یاد گرفتید، همه اینا داره با هم اتفاق میفته. فقط کافیه که این چند کارگی ها رو تفکیک بکنید، هر کدوم تو زمان خودش انجام بشه. همین، امیدوارم انجام بدید و نتیجهش رو هم ببینید. موفق باشید مثل همیشه. یا علی.